توی این ویدیو آموزشی میخوایم آهنگ سلطان قلب ها رو روی ساز دهنی با هم تمرین بکنیم. به ساده ترین روش ممکن آموزشش رو گذاشتم. آهنگ خیلی ساده ایه. اگر فقط چند جلسه هم هارمونیکا زده باشید 100% میتونید این آهنگ رو بنوازید. همونجور که توی ویدیو هم میبینید در ابتدا این آهنگ رو با 50% سرعت اصلی یا نصف سرعت اصلیش با همدیگه فقط میخونیم نوت‌هاش رو، یا اصطلاحاً سولفژ میکنیم این آهنگ رو، و بعد با نصف سرعت اصلیش روی ساز اجرا میکنیم. بعد سرعت رو کم میبریم بالاتر و سرعت رو 75% سرعت اصلی قرار میدیم و بعد سرعت رو میبریم بالاتر و با سرعت نهایی یا سرعت 100% این آهنگ که سیاه مساوی با 120 هست این آهنگ رو اجرا میکنیم. پس حتما تا آخر ویدیو من همراه باشید. سلام، من پیام دهقان‌زاده هستم، نوازنده و مدرس هارمونیکا. توی این ویدیو آموزشی میخوایم آهنگ سلطان قلب‌ها رو با هم کار بکنیم. اگر تا الان چنل من رو سابسکرایب نکردید حتما همین الان این کار رو بکنید. آموزش‌های دیگه‌ای رو هم من دارم در خصوص آهنگ‌های مختلف، اجرای افکت‌های مختلف توی هارمونیکا، تئوری موسیقی و هر آنچه که به هارمونیکا مربوط میشه. و مطمئناً ویدیوام توی هر لولی از نوازنده‌ای که باشید یه جورایی به دردتون میخوره و به احتمال خیلی زیاد براتون مفید خواهد بود. خب همونجور که گفتیم میخوایم آهنگ سلطان قلب ها رو توی این ویدیو آموزشی با هم دیگه کار بکنیم. خب قبل از هر چیزی باید بیایم نگاه بکنیم به نوت این آهنگ و همونجور که میبینید چیزایی رو که ما باید از قبل بدونیم برای اجرا کردن این آهنگ، کشش نوت های سفید، سیاه، همچنین سفید نوت دار، چنگ و سیاه نوت دار و چنگ هست. و حتما شما این کشش ها رو باید از قبل بلد باشید. جایگاه این نوت ها رو، جایگاه نوت هایی که توی آهنگ سلطان قلب ها داریم میبینیم رو باید روی ساز بلد باشید. اگر که این مطالب رو نمیدونید حتما از قبل به صورت بیسیک و مقدماتی ساز رو شروع بکنید و بعد این آموزش رو آن ببینید و اصلا اینجوری نباشه که به صورت گوشی یا توتیوار بخواید این آهنگ رو همزمان با من اجرا بکنید. اگر که این مطالب رو نمیدونید من یه ویدیو تئوری موسیقی دارم که میتونید لینکش رو بالای همین تصویر ببینید. 100% این ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه تا این مطالبی که گفتم رو بهتر یاد بگیرید. و همچنین پکیج آموزشی من دارم که تمامی این مطالبی که دارید میبینید رو و ما پیش نیاز کارمون برای اجرای آهنگ هست رو توی اون پکیج آموزشی درس دادم و اطلاعاتش رو میتونید توی لینک بالای تصویر ببینید. و خیلی بدون مقدمه میریم وارد اجرا کردن این آهنگ میشیم. همونجور که گفتیم کشش نوت هایی که باهاش سر و کار داریم توی این آهنگ، کشش نوت سیاه هست که برابر با 1 ضرب پاست، کشش نوت سفید که برابر با 2 ضرب پاست و میایم خط پایین. همونجور که میبینید نوت های چنگ داریم که هر نوت چنگ برابر با ½ ضرب پاست. پس 2 تا چنگ در 1 ضرب قرار میگیره و توی پایین و بالا رفتن پا اجرا میشه. همچنین باید شما علامت دیز رو بشناسید که اون علامت دیز وقتی پشت یک نوت قرار میگیره ما باید اون نوت رو با کلید اسلاید اجرا بکنیم. کشش نوت سفید نقطه دار رو داریم. یک علامت خیلی مهم داریم که توی موسیقی بهش میگن ولت 1 و ولت 2 که به این صورت هست که شما وقتی از ابتدای آهنگ شروع میکنید به نواختن میرسید به اون محتوایی که زیر ولت 1 هست و بعد میرسید به علامت تکرار. و توی بار اولی که شما دارید میزنید محتوای زیر ولت 1 رو میزنید، میرسید به علامت تکرار، دوباره برمیگردید از اول آهنگ و وقتی که ریپیت میکنید و دوباره از اول آهنگ میزنید میایید پایین و میرسید به قبل از ولت 1، یعنی 1 میزان قبل از ولت 1 که اینجا میزان 9 10 11 12 هست. به میزان 12 که رسیدید دیگه محتوای زیر ولت 1 رو نمیزنید و میرید سراغ محتویات زیر ولت 2 و وقتی که ولت 2 رو هم زدید همینجور آهنگ رو ادامه میدید و میرید پایین و دوباره ولت 1 و 2 انتهای آهنگ هم هست که دوباره همین کار رو دوباره برمیگردیم از اون علامت تکرار وسط آهنگ انجام بدیم و اون کاری که من انجام میدم رو با من همینجور تمرین بکنید. کامل دستتون میاد که این ولت 1 و 2 به چه صورت هست. و کشش های دیگه که سر و کار داریم باهاشون، انتهای خط دوم همونجور که میبینید کشش نوت سفید رو داریم که برابر با 2 ضرب پاست و شما با 2 ضرب سکوت بکنید. یکم بیاین پایین تر، خط سوم توی میزان 19 کشش نوت سیاه نقطه دار داریم که برابر با 1.5 ضرب هست و بعدش کشش نوت چنگ رو داریم که برابر با نیم ضرب پاست و چیز خاص جدید دیگه ای نداریم و میتونیم مستقیم وارد خوندن این آهنگ بشیم. توی مرحله اول من این آهنگ رو با 50% سرعت اصلیش یا نصف سرعت اصلیش که برابر با سیاه مساوی با 60 هست میخوام فقط بخونم این آهنگ رو. پس با هم میریم این آهنگ رو میخونیم. خب در ابتدا میریم این آهنگ رو با سرعت خیلی پایین سولفژ میکنیم و همراه با من این تمرین رو انجام بدید. لا سی دو می فا می فا می فا می فا می ره می ره می ره می ره می ره دو ره دو ره دو سی لا سو لا سی لا سی دو می فا می فا می فا می فا می ره می ره می ره می ره می ره دو ره دو ره دو سی لا سول سی لا یک لا سول فا می فا می ره فا می ره فا سول فا می ره دو می فا می ره دو سی ره ره می سول فا می سول لا یک دو لا سول فا می فا می ره فا می ره فا سول فا می ره دو می فا می ره دو سی ره می می دو سی لا. بسیارم عالی. میریم این آهنگ رو با 50% سرعت اصلیش که سیاه مساوی با 60 هست روی ساز اجرا بکنیم. همزمان با من این تمرین رو انجام بدید. بسیارم عالی. میریم این آهنگ رو در قدم بعدی با 75% سرعت اصلیش که سیاه مساوی با 90 هست اجرا میکنیم روی ساز. همزمان با من تمرین کنید. بسیارم عالی. این آهنگ رو با سرعت 75% هم اجرا کردیم و میریم در قدم آخر با سرعت 100% یا سیاه مساوی با 120 این آهنگ رو اجرا بکنیم. بسیار هم عالی. همین الان این آهنگ رو تموم کردیم با هم دیگه و اگر که نتونستید با این سرعت اصلیش بزنید، هی فیلم رو بزنید عقب و سعی کنید که با سرعت‌های پایین‌تر اول سولفژ کنید، بعد با سرعت پایین روی ساز تمرین کنید و یواش یواش سرعت رو ببرید بالا. و اگر که از این آموزش هم راضی بودید، میتونید بقیه آموزش‌ها رو هم ببینید که توی تصویر الان دارید مشاهده می‌کنید و خیلی ممنون میشم اگر که سابسکرایب بکنید و از کانالمون حمایت بکنید. موفق باشید.